دانش آموزان علیه برگزاری حضوری امتحانات در بیش از 20 شهر دست به تجمع زدند. از زمان شیوع ویروس کرونا موضوع برگزاری امتحانات و اصرار آموزش و پرورش در حضوری برگزار شدن آن باعث بروز نگرانی های در میان دانش آموزان و خانواده هایشان شده است. از همین رو در روزهای گذشته با اعلام حضوری شدن امتحانات دو مقطع نهم و دوازدهم اعتراض دانش آموزان خانواده ها و حتی معلمان بر سر این مسئله شکل تازه و سراسری به خود گرفته است. از جمله در این هفته در شهرهای تهران، قزوین، کرج، اهواز، یزد، شیراز، کرمانشاه، زنجان، بروجرد، خرمآباد، آباد، شهر کرد، اردبیل، بیرجند، اسفهان، شیراز، فولاد شهر، ماه شهر، شهر کرد و کرمانشاه صحنه برگزاری تجمعات اعتراضی دانش آموزان مقابل ساختمان های آموزش و پرورش بوده است. به علاوه دانش آموزان و معلمان با پخش کلیپ های اعتراضی خود در مدیای اجتماعی گفتمان وسیعی در مخالفت با امتحانات حضوری به راه انداختند. در شهر یزد نیروهای سرکوبگر با حمله وحشیانه به دانش آموزان سعی در متفرق کردن آنها داشت که در این میان دو نفر هم بازداشت کردند. در قزوین نیز نیروهای انتظامی تعدادی از دانش آموزان را به محبته اداره آموزش و پرورش کشاندند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. حمله وحشیانه از سوی نیروهای انتظامی به دانش آموزان با واکنش اعتراضی بسیار روبرو شده است. حدود دو میلیون دانش آموز در دو مقطع نهم و دوازدهم مشغول به تحصیل هستند. دانش آموزان می گویند ما برای حفظ جان خود و خانواده هایمان نه در امتحانات حضوری شرکت می کنیم و نه در آزمون کنکور دوازده. ما سال سختی را پشت سر گذاشته ایم تا به اینجا رسیده ایم و الان نمی خواهیم آرزوهایمان را به گور ببریم. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از اعتراضات و مطالبات دانشجویان و خانواده هایشان حمایت کرده و حمله وحشیانه نیروهای انتظامی به دانش آموزان را محکوم می حزب عموم مردم، معلمان و دانش آموزان و دانشجویان و تشکلهای مردمی را به حمایت از این مبارزات فرا می حزب کمونیست کارگری ایران 16 اردیبهشت 1400 برابر با 6 می 2021